جان بولتون. یکی از اولویت‌های ترامپ در اجلاس جی 20 همکاری‌های ضد تروریستی علیه رژیم ایران و حزب الله است. شرکت‌ها و بانک‌های آلمانی به سفارت آمریکا در برلین اطمینان دادند هیچ داد و ستدی با رژیم ایران انجام نمی‌دهند. ادامه اعتصاب و تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد. سفیر آمریکا در برلین فاش کرد که شرکت‌های آلمانی هر هفته به سفارت آمریکا گزارش می‌کنند که هیچ گونه معامله‌ای با رژیم ایران نداشتند. ریچارد گرنر، سفیر آمریکا در برلین، در مصاحبه با خبرگزاری آلمان از همراهی تجار و نهادهای مالی آلمان با تحریم‌های واشنگتن علیه رژیم ایران ستایش کرد. وی گفت ما از اینکه می‌بینیم صاحبان کسب و کار در آلمان تصمیم گرفتند از تحریم‌های ایالات متحده علیه رژیم ایران پیروی کنند بسیار خوشحال هستیم. او افزود رهبران تجاری آلمان یک صدا به ما گفتند که دست از داد و ستد با رژیم ایران می‌کشند و از تحریم‌های ایالات متحده پیروی خواهند کرد. در نتیجه ما از اینکه اقدام جامعه مالی و اقتصادی آلمان چنین واضح و روشن است بسیار خوشوقت هستیم. آنطور که خبرگزاری آلمان گزارش داده، ریچارد گرنل در عین حال به آن دسته از تجار و شرکت‌های آلمانی که هنوز با رژیم ایران داد و ستد می‌کنند، هشدار داده است به طور غیر مستقیم به جمع‌آوری منابع مالی برای فعالیت‌های تروریستی کمک می‌کنند. ریچارد گرنل گفت اگر با رژیم ایران تجارت بکنی، یعنی به حکومت آن کشور پول داده‌ای، حکومتی که پول هنگفتی را هزینه فعالیت‌های تروریستی می‌کند. پیشتر در 28 آبان ماه برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفته بود وقتی شرکت‌های خارجی با حکومت ایران داد و ستد بکنند، احتمالاً به تروریسم کمک مالی می‌کنند. شاید حتی تروریسم در خاک خودشان.